به نام خداوند بیاندازم مهربان، خداوند دانا و توانا. سلام ایزان، بعد از چاشتتان بخیر. آرزومند هستم خوب، صحت و سلامت باشین. هر کجایی که هستین، هر کجایی که بینیندی برنامه خودتان هستین، لباس و حافیت بر تن داشته باشین و دور از گزند روزگار زندگیتان را سپری بکنین. خیلی مسرور هستم بر این که بازم یک بار دیگر فرصت این را پیدا کردم و بیایم در برنامه رسم زندگی نیم ساعت برنامه را تقدیمتان بکنم. پل های ارتباطی برنامه را در اختیارتان گذاشتیم. 48 کلید 47 صفحه فیسبوک برنامه. ما منتظر نظریات و دیدگاهتان، انتقادات و پیشنهاداتتان هستیم. کوشش میکنیم مطابق همون نظریتون بهترین ها را تقدیمتون بکنیم تا نیم ساعت برنامه. موضوعی که انتخاب کردیم و قرار است روش بحث داشته باشیم برمیگرده بر چگونه با مشکلات زندگی مبارزه نماییم. واقعا موضوع خیلی هم مهم است، چون زندگی آری از مشکلات نیست، ولی که حالا ما چقدر میتونیم یک فرد باشیم که مبارزه خیلی خوب داشته باشیم تا این همه مشکلات را حل بسازیم و یک زندگی پر از خوبی ها و خوشی ها داشته باشیم در کنار عزیزانمون. قرار است صحبت هایمون را داشته باشیم با آقای رحیم جان رحیمی که ایشون کارشناس امور خانوادگی هستند. در رابطه با این موضوع صحبت های می داشته باشند. اما در ابتدا میریم به طرف بسته معلوماتی. چگونه با مشکلات زندگی مبارزه کنیم؟ وقت ما زندگی انسانی را به ذهن می آوریم، رنج ها و مشکلات احسه بزرگ از زندگی را در بر می گیرند. همانطور که یک کوهنورد ماهر برای رسیدن به قله کوه مراحل سخت را می گذراند، یا یک شناگر موجهای متعدد را پشت سر می گذراند و به هدف خیش دست پیدا می کند. انسان ها هم در مواجهه با مشکلات و مصائب هستند. بعضی با فایق آمدن بر مشکلات پیروز می شوند و بعضی در مقابل آنها سر تسلیم فرود می آورند. همه ما در طول مدت زندگیمان کم و بیش با چالش های متفاوت روبرو می شویم. اغلب افراد در مقابله با مشکلات زندگی سردرگم می شوند و اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. این مشکلات می تواند در زندگی شخصی و یا کاری شما به وجود بیایند. افراد در مواقع مواجه با آنها سعی می کنند از مشکل فرار کنند تا از پذیرفتن واقعیت بگریزند. در واقع فرار از مشکلات بدترین کار است که می توانید انجام دهید و تنها راه عبور از مشکلات روبرو شدن با آنها است. بیتابی کردن در برابر مشکلات زندگی بر مقدار مصیبت ها می افزاید. بنابراین بهترین راه برای مقابله با سختی ها بردباری است. با وسیله صبر و شکیبایی می توان مشکلات را کاهش داد و شادکامی را در سطح رضایت بخش زندگی حفظ کرد. بسته تصویری یا هم بسته معلوماتی را که ارتباط داشت با موضوع امروزی رسم زندگی دیدیم و دانستیم. همون ما میخواییم که سطح معلومات من را بیشتر و بیشتر افزایش ببخشیم. شما خوبان برنامه اگر مشکل دارین میتونین به شماره 02-220-93 به تماس شوین. همون قبل از این که تماس بگیرین موقعیت و هم مکان مناسب را انتخاب بکنین و آوازمون را از طریق تلفن های همراهتون بشنوین و صداهای تلویزیونتون را پخش بکنین. فعلا صحبت های من را ادامه میدیم با جناب استاد. سلام، خیلی خوش اومدین، بعد از چاشتون بخیر. سلام خدمت شما و خدمت تمامی بیننده های تلویزیون خورشید. امید که در این روزهایی که ویروس کرونا انتشار یافته است، لباس عافیت همه دوستا بر تن داشته باشند. سلامت زنده باشین. ممنونتون بابت این که دعوت من را پذیرفتین و حضور پیدا کردین در برنامه رسم زندگی. خب آقای رحیمی، از موضوعی که قرار است من شما روش بحث داشته باشیم برمیگرده بر این که چگونه می توانیم مشکلاتی که حالا در زندگی ما شما وجود داره را حل بکنیم یا هم یک فرد مبارز باشیم تا مبارزه خیلی خوب داشته باشیم. چون سه واژه‌ای که میتونه کاربرد مشترک داشته باشد، اولش زندگی، دوم مبارزه و سومش هم برمیگرده بر مشکلات. اگر در نخست یک تعریف داشته باشین از این سه واژه، پس بیشتر هست شما مشنوید. بله، خب در قدم نخست ما مشکل تعریف میکنیم که مشکل چی است و چگونه یک پدیده ای است و زندگی را همچنان و اینکه چگونه بتانیم که با این مشکلات های زندگی بسازیم و مبارزه بکنیم. مشکل عبارت است یک پدیده ناخودآگاه بوده که در سید راه هر فرد به طور ناخودآگاه و غیر انتظار رخ میده، البته که بر دیگر امورات کاری یک انسان ای فائق میه
و یا اینکه اولویت بندی خود را میسازم. ببینین انسان ها از بد و تولد همواره تلاش میورزند، زحمت میکشند تا بتانند که به جایگاه هایی که میخواهند به او جایگاه ها خود را برسانند و برسند به مو آرزوها و خواستایشان. اما با ابراز تاسف که اینا در مسیر زندگی با یک سلسله مشکلات ها و سختی ها، مصیبت ها و غیره چالش های دیگر زندگی اینا روبرو میشن و یا مبتلا میشن. نقطه اساس و نقطه مهم اینجا چیست؟ این باید ما بدانیم. مشکلات ها گفتیم که عبارت از پدیده ای است که به طور ناخودآگاه و غیر منتظره بوده که در زندگی یک فرد به وجود می رخ می ده و زندگی هم طوری که واضح است زیستن، همدیگر پذیری، این را به نام زندگی و یا زنده بودن و زنده ماندن یاد می کنند. و این که بعضی افرادی هستند که از به اصطلاح عام اگر ما اشاره بکنیم و بگوییم، بعضی افراد هستن که اینا فقط زنده هستن، بعضی افراد هستن که اونا زندگی میکنن، بعضی کسایی هستن که میخواین زندگی بکنن، میخواین که از زندگی لذت ببرن، اما با ابراز تاسف که اینا با چالش هایی که در زندگی روبرو میشن اینا بار شانه خالی میکنن و یا از امو مشکلات ها و چالش هایی که دچار هستن اینا میخواین فرار بکنن و یا سردرگم میشن، نمیتونن که با اون مشکلات ها بسازن و نمیتونن که مبارزه بکنن. اما مهم ای است که شخص باید این را بپذیره، ما باید واقعیت پذیر باشیم. راهکارهایی که میتوانم ما را قوی تر بسازه که ما بتانیم بر چالش های زندگی، بر مصیبت ها، بر مشکلات ها مقابله بکنیم، استادگی بکنیم و بارشانه خالی نکنیم، او راهکارها عبارت است به خودپردازی است، پذیرفتن واقعیت هاست که ما درباره هر کدام از اینا به تفسیر معلومات میتیم، چون گرچه اگر وقت برنامه یاری ما را نکند در برنامه های دیگر به تعقیب به هر کدام از اینا ما بر معلومات هایش بر مقابله با این واقعیت ها میپردازیم. پذیرفتن واقعیت ها، خود پردازی و همچنان ارتباطات با مردم و در ضمن از اندیشیدن به مون نحو مشکل که مشکل از چی قرار است. بله. اینا راهکارهایی است که میتوان توسط از این راهکارها تانست که با مشکلات مبارزه کرد و تانست که مشکلات را پشت سر گذاشت. دقیقاً استاد، نکات مهم و مثبت را شما اشاره کردین که برمیگرده بر خودپذیری و همین که یک فرد واقعیت‌گرا باشیم و دنبال حقیقت باشیم. اینکه حالا چگونه می توانیم این همه نکات را تطبیق داشته باشیم در زندگی فردی و اجتماعیمون، صحبتمون را ادامه میدیم، اما فعلا وقفه خیلی کوتاه. بازم برگشتیم، با شما حیزان هستیم در اتمی برنامه رسم زندگی و دیده برای تماس شما خوبان هستیم. از طریق شماره 020-220-90 فعلا صحبتمون را ادامه میدیم با آقای رحیمی. خب آقای رحیمی، شما در لابلای صحبتتون اشاره کردین در رابطه با واقعیت پذیری و خود، البته از زمانی که ما میگیم که خودمون را اول باید بشناسیم، اینکه حالا با کدوم نکات. بعضی از افراد هستن استاد که همیشه با خود مشکل دارن، اصلا به خود احترام قائل نمیشن، دوست نمی داشته باشن. این که حالا ما چون میتونیم از این مرحله بگذاریم و به مرحله واقعیت پذیری برسیم، پس بیشتر هست شما میشنویم در این مورد. بله، واقعیت ای است که مسئله مهم اینجا قابل ذکر است. البته قسمی که شما گفتین پذیرفتن واقعیت ها، یعنی هر چیزی که برای ما تعیین شده. بله. و او چیزهایی را که ما در زندگی خود داریم حداقل با امونا بسازیم، شکر از اونا را به جا بیاریم که چون از لحاظ دینی هم یک منبع اساسی داره و مو با مو چیزهای کم و بیش خود ما باید بسازیم و چیزهایی را که مثلا ما نمیتونیم که بر از او دست پیدا بکنیم به زودی، چون عبارت از اهداف بلند است، عبارت از یک شغل بزرگی است که بعضی از جوانها فعلا در کشور با می مشکلات ها مواجه هستند، چون شغلشان به خواستشان نمی باشه، به یک وظیفه دیگه روبرو میشن و یا اگر در کنکور اینا بی نتیجه میمانند و همچنان مسائل ازدواج است که اینا نمیتونن با مو فرد دلخواهشان که در زندگی انتخاب کردین اینا ازدواج بکنن. این مسائلی است که واقعا در زندگی بر یک فرد به نام مشکل نامیده میشه و یا مشکل یاد میشه. پس این ما هم باید بدانیم که این همهش واقعیت است. پس واقعیت است همی که ما، شما فرض بکنید که ما پول نداریم که از این ولایت سفر بکنیم به یک ولایت دیگر، پس این واقعیت است، درست؟ اما اینجا مسئله مهم چیست؟
مسئله مهم عبارت از این است که پس نداریم به همون ولایتی که ما میخواییم سفر بکنیم و یا به سیاحت بریم، به تفریح بریم، ما رفته نمیتونیم چون امکانات از او نیست پیش ما و نداریم او امکانات. پس در این صورت لازم چی است؟ لازم بر ما این است که امی واقعیت است، این را باید ما بپذیریم. خب چگونه استاد مشکل همین جاست؟ چگونه میتونیم با کدام میتوت ها میتونیم واقعیت ها را قبول بکنیم یا هم بپذیریم؟ بله، با میتوت های بسیار ساده و بسیار ابتدایی است که واقعا ما میتونیم اموش زاره بپذیریم که ما امکانات از ایره ما نداریم که واقعا به مو هدفی که ما میخواییم برسیم، خود را برسانیم. پس اینجاست که ما در مقابل ازین و مشکل، ازین و چالش صبر نشان بدیم. واکنش ما عبارت از صبر است و باز هم تلاش بکنیم که تا به او قله، تا به او موج خود را برسانیم، زحمت بکشیم، برزمیم. اما نه این که باید ما خونگرم شویم، دفتن به طور عجله کنیم و به طور عجله تصمیم بگیریم این مشکل را بخواییم که به عجله حل بسازیم. نه خیر، بسیار به خونسردی، بسیار به آرامی و بسیار به آهستگی. و مسئله دوم ای است که به همون مشکلی که بر ما رخ میده ما نحو اون مشکل بازیابی بکنیم، ارزیابی بکنیم که مشکل از چی قرار است، آیا این مشکل ما حل کرده میتونیم یا خیر. و در عرصه مشکلات ها بعضی مشکلات های مزمن و حاد هستند که این مشکلات های مزمن و حاد عبارت از مشکلاتی است که ریشه سابقه دارند، یعنی تاریخچه سابقه ای دارند که فرد از انجام ازی که این مشکل باید این انجام بده که از این مشکل عبور کنه نمیتونه عبور کنه، همینجا باقی میمونه، راه که برازی بسته شد به یک مسیر دیگه رو میاره. پس اینجاست که این مشکل حاد ماند و سالهای متمادی میگذره. این مشکلات بسیار عبارت از مشکل خطرناکی بوده که فرد در تمام زندگی مایوس میسازه. اما باید فرد چی کاری را باید انجام بده تا از پس و عهده تمام از این مشکلات ها برایه و پشت سر بگذرانه مشکلات های زندگی را. فرد باید که شجاعت خود را حفظ بکنه، فرد باید که به توانمندی های خود باور داشته باشه، اعتماد به نفس بالا داشته باشه که میتونه او کار انجام بده. اما امروز نمیتونه، پس واقعیت است که امروز نمیتونه، فردا انجامش میده. اما تلاش خود او میکنه، تلاش خود با خود داشته میباشه، فردا ممکن که او کار انجام بده و فردا ممکن که به او هدفش برسه. پس اعتماد به نفسش و امو توانمندی به مو باورهایش که به مو چیزهایی را که او توانمند است به او باور باید داشته باشه که حتما او میرسه و به توانمندی های خود باور داشته باشه. و دیگه بالای از این مشکل بسیار به آرامی، بسیار به آهستگی لحظه فکر بکنه و لحظه با خود بنشینه، تمرکز بکنه بالای از این مشکل که چگونه مشکل است، تا چی حریمه میتونم که بالای از این مشکل کار کنم، تا چی حریم میتونم که این مشکل خود را با دوستای خود، با اعضای خانواده خود شریک بسازم. خب استاد، یک فرد میتواند به تنهایی مشکلات زندگی خود را حل بسازد یا هم مرفوع بکند یا خیر؟ چون یک بحث خیلی طولانی است که در این مورد ما صحبت بکنیم، اما اگر خیلی کوتاه شاره بکنیم، اما خیلی کوتاه، بله دقیقا گپ اینجاست که نه خیر، ارتباطات در زندگی یکی از پدیده های مهم و موثری به شمار میره که میتونه انسان ها را با همدیگر به مو ارزش ها و به مو کاتگوری ها و به مو کارکرد هایی که اینا مشترکن کار میکنن برسانه و زندگی مشترک و زندگی اجتماعی هم از همین منظور است و از همین لحاظ است. ارتباطات یعنی یک چیز موثر و مهم در زندگی هر فرد است. یک فرد نمیتونه که به تنهایی تمام مشکلات های خود را مرفوع بسازه و تمام مشکلات های خود را حل بسازه، چون در صورتی که ارتباطات نباشه، در صورتی که با دوستایش ارتباط نداشته باشه. و ارتباطات هم یکی از راهکارها و یکی از میتودهایی است که میتوان توسط ازی به اهداف رسید و میتوان توسط ازی مشکلات خود را دور ساخت. و بدون شک استاد نکات خیلی خوب را شما اشاره کردین. پس بیم که همیشه وقت قسمی که جناب استاد اشاره کردن اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم و روابط اجتماعی مون را خودمون حفظ بکنیم یا هم کنترل بکنیم. دیده برای تماس شما دوستان هستیم از طریق شماره تماس برنامه 0220 و 0220. خب حالا استاد، بعضی از اشخاص وجود دارن در جامعه کنونی که حالا همه ما شما زیست داریم و زندگی میکنیم، میگن که حالا من همه چیز را خودم میدونم و میتونم به تنهایی حل بکنم و مشکلات خود را دوست نداره با دوستانشون، با اعضای خانوادهشون در جریان بگذاره یا هم شریک بسازه. این چقدر میتونه مشکلات به بار بیاره یا هم دچار افسردگی شود یک فرد؟ بله،
قسمت که پیشتر ما ذکر کردیم گفتیم که مشکلات حاد و مشکلات مزمن عبارت از مشکلات خطرناکی است. خطرناکترین مشکل، بدترین مشکل در زندگی اما این کالا چی قدر میتونه منفی یا تمام شود یا هم مشکلات زیاد را ببار بیاره، پس بیشتر هر شما مشنوه. بله، این مشکل حاد و مشکل مزمن عبارت از مشکلی است که بدترین است، عبارت از مشکلی است که خطرناکترین است برای فرد. اما زمانی که یک شخص با یک مشکلی بر میخوره، زمانی که یک شخص یک مشکل و یا یک چالش و یک بحران بر سر راهش پدید میآید، البته این مشکل خود را با اعضای خانواده خود، با برادر، خواهر، پدر، مادر و غیره امثال ازی شریک نمی سازه و اینجاست که این مشکل روزها میگذره، به تعقیب از این ماها و سالها میگذره. مشکل حالت حاد و مشکل حالت مزمن بر خود میگیره. این مشکل طولانی میشه، طویل مدت میشه که بالاخره تبدیل میشه به یک مشکل خطرناک و به یک مشکل بسیار قوی و بزرگ که روزی از روزها بالاخره فراه میرسه که این فرد نمیتونه اون مشکل از سر راه خود دور کنه. چون در ابتدا اگر مشکل 20% بوده اما این توجه نمیکنه، با دوستای خود شریک نمیسازه و یا بالای دوستای خود اعتماد نمیکنه، اعتبار نمیکنه و یا فکر میکنه که از توانم، اگر چی که با این زحماتم، با این تلاش هایم که من انجام دادیم این پوره نیست که من این مشکل خود حل بسازم، از توان خانوادهم، برادرم، خواهرم این توانایی را در وجود از او نمیبینه، میگه از توان از او خو هرگز پوره نیست. نه خیر، این چنین نیست. هیچ فردی فرد دیگری شده نمیتونه، هیچ کس جای یک دیگر را گرفته نمیتونه، هر کس بر خود زندگی مستقل و آزادانه داره که دین مقدس اسلام هم این خبرش داده که زندگی آزاد بکنه و در زیر چتر اسلام باشه و همچنان بتونه که این آزادی خود را حفظ بکنه. البته که این مشکل بسیار خطرناک میشه که با دوستای شریک نمیسازه. دقیقا استاد، از مشورت کردن اشاره کردین. استاد، در عصر امروز که زندگی میکنیم، مشورت کردن با روانشناسان چقدر میتونه به یک فرد کمک کننده باشد؟ بله، خوشبختانه که ما امروز در کشور عزیز خود افغانستان هم و در سایر کشورهای دیگه روانشناس های خوبی را در کشور داریم و واقعیت همواره تلاش میکنند، زحمت میکشند، کار میکنند و تشکر میکنیم ازشان و بخصوص از طبقه دکتر صایبای عزیز ما که همچنان امین روانشناس ها هستند. این شریک ساختن مشکلات با روانشناس ها و از دیدگاه روانشناسی موثرترین راهکاری است برای فرد که دوباره فرد امو انرژی را میته، دوباره فرد امو توانمندی را میته که او فرد در ابتدا او توانمندی خود را از دست داده و در ابتدا او فرد مایوس شده و یأس گرفته، ناامید شده و در اصل میتونه که از دیدگاه روانشناسی دکتر صایبای عزیز ما اینا را تداوی بکنه و اینا را برشان بیاموزونه، بعضی چیزهایی را که لازم است و اون میتودها و راهکارهایی که وجود داره در نزد خود از اونا و مؤثرترین راهی است که فرد دوباره علاقمند میسازه به مو زندگیش و به مو زندگی عالیه که قبلا داشته، بر از او زندگیش که چون فعلا یک حالت یأس بر خود گرفته و حالت ناامیدی را بر خود گرفته، یعنی میتونه که مؤثرترین راهی باشه در عرصه درمان عظمی شکست انسان و درمان عظمی که یک مشکل بزرگی بر سر رایش پدید میه و یک درمان خاصی است بر خود وجود. خیلی خوب استاد. خب حالا استاد، چگونه می توانیم اجازه ورود نتیم بر این همه مشکلاتی که حالا چی بخواهی و چی نخواهی وارد زندگی همه فرد میشه، ولی تلاش یک فرد و کوشش یک فرد چقدر می تونه تأثیر گذار باشد روی موفق شدنش؟ بله، تلاش هم یکی از راهکارها و یکی از پدیده هاییست که می توان توسط از او امو چالشی را که بر سر راه ما ایجاد شده او را دور ساخت و قله های هدف را فتح کرد. ببینین زمانی که یک شخص با یک مشکلی روبرو میشه، این تلاش میورزه همواره که بار شانه خالی بکنه و از پی از این مشکلات فرار بکنه و یا حالت سردرگمی برش رخ میده. نه خیر، این چنین نیست. باید که فرد یک شعری بود که ما مطالعه کرده بودیم که مرد باید در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد. انسان ها با همی مشکلات ها، با همی مصیبت ها، با همی فراز و نشیب های زندگی آفریده شدن. البته این به طور طبیعی است و تلاش یکی از عاملی است که انسان قوی می سازه و تلاش یکی از عاملی است که انسان تقویت می کنه. در سایر کشورها
روز یکی از استادهای بیولوژی در صنف برای شاگردایش تدریس میکرد. زمان تایم تدریس از این استاد تمام شد و استاد بیرون شد. داخل امی صنف یک قفس بسیار زیبا بود که یک پروانگک در بین از این قفس وجود داشت. استاد بیرون رفت و گفت پروانه را شما آزاد نکنین از این قفس، هیچ کس حق نداره. زمانی که استاد بیرون رفت، پرنده بسیار تلاش میکرد، بالک میزد، بسیار دست پا میزد که تا بتانه از قفس خود را رها بسازد. اما یکی از دانشجوها بازگوشی استاد را کرد، رفت و از لحاظ ترحم البته پرنده را از قفس، این پروانه را آزاد ساخت. زمانی که پرنده از قفس به مجردی که آزاد شد مرد، یعنی که از بین رفت. زمانی که پرنده از بین رفت، اینجا استاد داخل صنف شد. امی استاد بیولوژی سوال کرد، آلت را جویا شد که موضوع از چی قرار است، چرا پرنده فوت کرد و کی آزادش کرد. خب این آلت که جویا شد، بعد استاد برای تمام از اینا بیان کرد و برشان گفت که تنها چیزی که ایر زنده نگه داشته بود و در بین قفس، عبارت از امو تلاش ازی بود، عبارت از امو زحمات ازی بود که ایر تقویت کرده بود، برای ازی انرژی میبخشید. یعنی چی ام از زن، چی ام از مرد، هر فردی که باشه، هر موجود انسانی که باشه، با همو تلاش زندگیش زیباست. بدون شک استاد، با همو زحمات زیباست. شما تلاش بکنیم، آن زمان است یک فرد موفق و فعال همچنان میباشیم. ممنونتون استاد، زنده و سلامت باشین از اینکه تشریف آوردین در برنامه امروزی ما. سپاس، زنده و سلامت باشین. خب بیننده‌های عزیز، این بود برنامه امروز، بحث امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند حافظ و نگهدار همگی ما، شما همیشه موفق باشید.